آقای حبیب کاشانی که فعالیت های حالا نگیم سیاسی، فعالیت های اجتماعی داشتن در حوزه‌های مختلف، یه دفعه وارد فوتبال میشن و میشن مدیر عامل باشگاه پرسپولیس و بعد از 6 سال که باشگاه پرسپولیس تو وضعیت خوبی نبود و در واقع قهرمانی نداشت، شما این باشگاه رو به قهرمانی رسوندید. داستان ورود شما چی بود؟ خب همونجوری که بینندگان مستحضر هستم، هم یه عصر عاشورایی رفته بودیم در امامزاده علی اکبر، هست امامزاده علی اکبر در چیزر در شمال شهر برگشتنید. اون موقع آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور بودن، به من گفتن که شما برید و به باشگاه پرسپولیس کمک کنید، که دیگه نهایتا علی‌رغم که مدیر وقت سازمان تربیتی حالا به نوعی از من خوششون نمیومد، اما نهایتا من وارد باشگاه شدم و شایدم یعنی به سفارش آقای احمدی نژاد. بله، اون موقع سال 84 ما در شورای شهر با هم همکار بودیم، یعنی من به عنوان شورای شمال شهردار، بعد که ایشون ریاست جمهوری در یه هیئتی که برمیگشتیم به من، چون میدونستم من علاقه من به فوتبال و ورزش و پرسپولیس هستم، اون موقع به من گفتند که شما برید و علی‌رغم مخالفتایی که شد نهایتاً این اتفاق افتاد. و خب بعد تصمیم گرفتیم که آقای قطبی رو اضافه کنیم. آقای قطبی یه مربی ایرانی در کره جنوبی بودن. شما از کجا پیدا کردین آقای قطبی؟ بعد از 30 سال هم اینجا اومدن. 33 سال. کجا پیداشون کردین؟ عرض بکنم یه دوست، خب اول آقای استیلی به من معرفی کردن ایشون رو. من هم یه سفری که رفتم امارات ایشون رو دیدم. ایشون با تیم کره کار میکردن، رزومش این بود که 3 دور جام جهانی رفته بودن، دستیار آقای پیم وربیک بودن، بعد از ازبکستان اومده بودن. اونجا ما دیدیم، صحبت کردیم و به این جنبندی رسیدیم که میتونن به تیم کمک بکنن. بعد چی شد؟ آقای قطبی دیگه ایران نیومدن، حتی مادرشون هم فوت کرده بودن، نتونستن بیان. ایشون در قراردادشون قید شده بود که مالیات پرداخت شه. به غلط یا درست بودن این کارو کار ایشون پرداخت کنه؟ نه دیگه، قرار باشگاه مالیات رو پرداخت بکنه. این قرارداد یه مقدار مبهم نیست کلا تو حیث مالیاتی؟ با اساس 100% مبهم هستش و ما وقتی یه کارمند ما در ما در داخل شورای شهر مثلا شاید قریب 500 تا کارمند تمام وقت و پاره وقت داریم، یه کارمند ما یه راننده وقتی بلند میشه تا اهواز 1000 کیلومتر میره مثلا 20000 تومان حق ماموریت میگیره، ما اول مالیات رو ازش کم میکنیم، بعد ممکنه که یه بازیکنی 500 600 700 1 میلیارد تومان بگیره و باشگاه بپذیره که مالیاتش رو پرداخت بکنه. در هیچ جای دنیا این اتفاق نمیافته. پس یعنی آقای قطبی حقشه که برگرده؟ آقای قطبی مقصر نیست. آقای قطبی به عنوان یه مربی قرارداد بسته و من به عنوان یه مدیر باید حقوق باشگاه رو بهشون یادآوری میکردم، اما باشگاه پذیرفت که ایشون مالیاتش پرداخت بشه، کما اینکه این اتفاق هم در زمان من هم افتاده، در زمان قبل از من هم اتفاق افتاده و این یه روش غلطی بوده که در فوتبال اتفاق میفته و هیچ جای دنیا هم اتفاق نمیفته که مالیات یک نفر رو باشگاه به عهده بگیره. مالیات شما الان نگاه کنید، آقای مسی، آقای رونالدو، همه ی آدم هایی که بالاخره در فوتبال دنیا مشهور هستن، اونا مشکل دارن همچنان. خب اگر فرار مالیاتی کرده باشن حتما دارن. بعد یه جریان شکایت به فیفا و کسر 6 امتیاز هم داشتید شما، که هوادارا خیلی ناراحت بودن و با استرس در واقع پرسپولیس به قهرمانی رسید. این داستان چیه؟ افرادی بودن که شکایت کرده بودن، یکی شرکت آلفا بود،
یه شکایتی کرده بود از باشگاه پرسپولیس، یعنی باشگاه پرسپولیس باید میرفته در کشور کانادا و امریکا بازی میکرده، چون نرفته تعویض انجام ندی شکایت داشتیم. یه بازیکن خارجی هم شکایت کرده بود. ما در اون پرونده هم که 6 امتیاز کسب شد، ما با توجه به وکلایی که داشتیم، وکلای خبره‌ای هم که داشتیم، ما نهایتاً حکم به ناحق علیه ما صادر شد، چون ما یک ماه فرصت داشتیم اعتراض کنیم. ما در یک ماه در 33 روز اعتراض کردیم، اما یه تبصره‌ای داشتیم که میگفتن پرونده‌هایی که به ژانویه میخوره مدت یک ماه به 45 روز اضافه میشه. یعنی ما طبیعتاً 30 به علاوه 15 45 میشد، اما ما در 33 روز پول پرداخت کرده بودیم. وقتی استدلال کردیم، بعد از قهرمانی ما از کس به من زنگ زدن، آقای والتر هست فکر میکنم بود که زنگ زدن که شما دیگه برای شکایت میکنید، شما که قهرمان شدید با کسر 6 امتیاز، لذا دیگه اون مسئله مختومه شد. آقای کاشان، یه چیزی که توی اذهان عمومی وجود داره اینه که خب ما دیدیم دیگه، شما بعد از استعفای آقای انصاری فر تشریف آوردیم به پرسپولیس، ایشون استعفا دادن، شما هم استعفا دادن، و معمولا توی این باشگاه مدیر عامل ها استعفا میدن. این استعفا واقعا استعفاه یا میگن شما الان دیگه مثلا تایم شما تموم شده استعفا باید بدی؟ برای من نمیدونم راجع به آقای انصاری فرد صحبت بکنم، اما راجع به خودم به من صدا کردن، گفتند که شما استعفا بکنید در دو تا مرحلهش، و من استعفا کردم، اومدم بیرون. روزی که من اومدم بهترین نبودم، حتما بهتر از من بودن. روزی هم که من گفتم برو، من رفتم. حتی یه وقتی مدیر وقت سازمان به من زنگ زد، گفت من شما تشکر بکنم. گفت چرا؟ گفتم چرا تشکر آدم؟ گفت شما گفتی میرم پشت سرمو نگاه نمیکنم، رفتی پشت سرتو نگاه نمیکنم، کاری ندارم. به من گفتن برو کمک کن. چشم، حالا نمیخوام کمک کنم. گفتن برو. گفتم چشم. خب شما ریاست باشگاه پرسپولیس رو عهده‌دار شدید، آقای علی دایی رو به عنوان سرمربی انتخاب کردید. بعد آقای علی دایی مصاحبه کردن و یه جنجالی درست شد و انگار با شما به مشکل خورده بودن، ایشون استعفا دادن، شما استعفا دادید. چه جوری بود این داستان؟ طبیعتاً اتفاق خوبی نبود. شاید من همین الانشم بعد از مدت‌ها از مردم عذرخواهی بکنم که برای مردم فکر درست شد. خودتون رو مقصر میدونید؟ نه، اصلا دنبال تقصیر یا قصور نیستیم. یه اتفاقی افتاد که این اتفاق ذهن هوادار ما رو مشغول کرد، ذهن مردم مشغول کرد، رسانه بهش پرداخت، و تو این ذهن پرداختن شاید وقتی از مردم تلف شد، شاید قسمش من بودم، قسمش علی بود. این اتفاق افتاد. امروز که از اون حادثه مثلا سالها میگذره، من و علی دایی شاید بهتر دوستای هم باشیم. فکر میکنم که چند روز گذشته هم با هم صحبت کردیم. فکر میکنم مثلا شاید ماه گذشته دفتر من بود با هم صحبت کردیم. ارتباطمون هم کاملا نزدیکه. اما اون اتفاقی که افتاد به نظرم اتفاقی بود که نباید میافتاد.